ما میخوایم امروز در مورد یه واقعه صحبت کنیم به اسم غدیر که در یک منطقه اتفاق افتاده. 100 و خورده هزار نفر اونجا حاضر بودن، از 60 هزار تا گفتن تا 145 و 60 هزار تا. گفت اونایی که رفتن بگید برگردن، اونایی که نرسیدن وایستید تا برسن. و دین کامل شد، الیوم اکملت لکم دینکم. و چه اتفاقی مگه اونجا افتاده که دین کامل شده؟ صرف اومدن یه آیه در موردی که گوشت خوک حرومه؟ من قبلا گوشت خوک رو حروم نکرده بود جای دیگه، چرا بعد از اینکه گفت الیوم اکملت لکم دینکم باز دوباره بعدش باز یه دونه فتوای جدید آورد که این حلال اون حرومه؟ یعنی پس قبلش حلال کامل نشده بود؟ چه اتفاقی افتاده که پیامبر میترسه بیاد بگه و لا یعصم من الناس؟ ای پیغمبر خدا حفظت میکنه، نترس، برو بگو. مگه چی تو بطن جامعه هست؟ چی تو دل مردمه که پیامبر میگه برم بگم به هم میریزن و پیامبر ترسی از جان خودش نداره؟ تو احد نشون داده پیامبر خودش جلوتر از همه میرفت تو جنگ. از چی میترسه؟ از این میترسه که این انقلابش بشکنه کمرش. بعد وقتی هم میگه امروز روزیست که کافران از دین شما دیگه مایوس شدن. آیه قرآن اینا حدیث نیست، دارم براتون میگم. کافر دیگه مایوس شد که دیگه اسلام نمیشه بین برد. اما منافقو نمیگه، میگه کافر. دقت کن، مگر علی چه کرده که تا زمان امام صادق قبر مطهرش مخفیه؟ آقا مگه میشه 100 و خورده هزار نفر یه اتفاقو ببینن، یه دستی بالا بره من کنت مولا فهازا علیون مولا فهازا علیون مولا، این علی بعد من مولای شماست؟ مگه کور بودن این همه آدم؟ دروغه دیگه. مگه میشه تو الان بعد 1400 سال اومدی میگین ها اینجوری شبهه اینه دیگه؟ 100 و خورده هزار نفر آدم اینا کور بودن تو سقیفه؟ کجا بودن؟ نمیدن میگن اوه کجا چکار داری میکنه خبی؟ مگه ندیدید پیغمبر اینو گفت؟ بعد من دلیل پیدا کنم عزیز دل من، من وجدانم با دلیل باید آروم بکنم. سقیفه بعد از 70 روز، عزیز دل من، شیعه سنی که داری حرفامو میشنوی، مسیحی، ای انسان، 70 روزه میشه آدم یادش بره؟ نمیشه دیگه. من میگم آقا شد والا بلا مبصر رو انداختنش کنار، میگی چرا؟ میگم اینا مثل کلاس بغلی. من کلاس بغلی نگفت معلم اینا مبصر اینجوری همینجوری بهشون نشون داد، قسمشون داد، نگاه کنید. خب آره گفت، چیکار کردم مبصر رو انداختن کنار؟ کلاس بغلی رو برام مثال بزن. یعنی دلیل میاری باید اثبات کنی.